من دیروز رسیدم ولی من خیلی خوشحالم که فستیوال ونیز صدای مردم ایران رو گذاشت انعکاسی داشته باشه به دنیا. Ieri sono felice, felicissima che Festival di Venezia ha dato l'eco alla voce del popolo iraniano. و خوشحالم که فستیوال ونیز هم با سبزی آزادی خواهی مردم ایران سبز شد. Io sono felice che il Festival di Venezia ha preso colore verde della libertà del popolo iraniano. من احساس میکنم من ترجیح میدم هنرمندی باشم که از مردم حرف میزنن و فستیوالی که به مردم به درد مردم اجازه میده که حضور پیدا کنه احترام بیشتری قائلم. Io sono un regista, un artista che vuole parlare del popolo e rispetto tantissimo un festival che parla della sofferenza di un popolo. Ci racconti un poco del film, di cosa parla il film? یکم در مورد این فیلم صحبت کنیم. در مورد چی حرف میزنه این فیلم؟ این فیلم در واقع جامعه ایران رو نشون میده که چجوری تا دو سه ماه قبل از انتخابات ناامید شده بودن و احساس میکردن دیگه هیچ تغییری ایجاد نمیشه توی ایران با چیزای سیاسی و قهر کرده بودن و همشون افسرده شده بودن، ولی کم 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 یخشون آب میشه و این دریای مردم ایران رو میبینیم که چجوری امیدوار شدن به رأی دادن. آوا بازیگر اصلی این فیلم یه مثالی از اون میلیون ها نفری که به آزادی رأی دادن. Il film dimostra la storia di un popolo che arriva alle urne, alle elezioni un po' depressa, anzi tanto depressa. Ovo che è protagonista è soltanto un simbolo di questo popolo e di questa situazione, però vediamo che man mano il ghiaccio della depressione si scioglie e il popolo iraniano come un mare si riversa sulle strade. و نشون میده که این مردمی که اینقدر سخت امیدوار شدن به رأی دادن و سخت به پای صندوق‌های رأی رفتن، ولی اینقدر دلایلشون برای رأی دادن، اینقدر امیدشون محکم بود، به این زودی‌ها با این سرکوب‌ها دست از آزادی خواهی بر نمی‌دارن و تا به آزادیشون نرسن این اعتراضشون رو ترک نمی‌کنن. Questo film vuole far vedere a tutto il mondo che come il popolo iraniano, che era scettico, non voleva neanche arrivare alle elezioni, si è deciso, è andato alle urne, ha votato e continuerà a lottare per la sua libertà.